کل کاریه که کرده. یعنی اگر یک ژورنالی ماهانه چاپ میشه، توی یک سال چند تا جلد مجله چاپ میکنه؟ 12 تا. به هر کدوم از این 12 تا میگیم یک ایشو. امسال که تموم میشه، این 12 تا در مجموع میشن یک ولیوم. یعنی اگر یک ژورنال سال 2001 شروع به کار کرده باشه و الان سال 2021، این ژورنال در پایان سال 2021 چند تا ولیوم داره؟ 12 تا. چند تا ایشو داره؟ بستگی داره که تو هر سال چند تا ولیوم در واقع داشته باشه، خب، و تو هر سال چند بار چاپ بکنه. یعنی اگر یک ژورنالی، همین ژورنالی که میگیم، ببخشید این 12 کجا اومد؟ 21 ولیوم داره. حالا اگه این ژورنال سالی 2 تا مجله چاپ بکنه، توی 21 ولیوم داره، هر ولیوم 2 تا ایشوه، میشه 42 تا ایشو. پس ایشو هر یک بار چاپ در سال رو میگیم بهش. اگه مجله 12 بار در سال، یعنی ماهی یک بار داره چاپ میکنه مقالاتش رو و الان 21 ساله که داره کار میکنه، پس در کل چند تا ایشو داره؟ 21 ضرب داره 12 تا، چون داره سالی 12 تا چاپ میکنه. اگر داره سالی 3 تا چاپ میکنه، توی این 21 سال 21 ضرب داره 3 تا ایشو داره. این تفاوت ایشو و ولیوم در واقع. خب بریم سراغ بحث سرچ هایی که گفته بودیم راجع به وارد کردن مقاله از سایت ژورنال گفتیم اصولش رو که چیه، راجع به سرچ گفتیم، راجع به سرچ فیلد ها گفتیم که کدوم یکی از اون فیلد هایی که تو پنجره اصلی اندنوت میبینیم و میخواییم سرچ کنیم، راجع به کامپریسون آپریتور ها گفتیم، راجع به بولین آپریتور ها گفتیم که هر کدومشون چجوری هم عمل میکنن، کامپریسون ها رو توضیح دادیم. خیلی حالا باید اینا رو نگاه بکنید. مثلا اگر تو فیلد آثر شما کامپریسون آپریتورتون is less than or equal to باشه و توی سرچ ترمتون حرف سی رو بزنید، میاد همه رفرانس هایی که فیلد آثرشون، last nameشون در واقع داره، با کمتر مساوی سی شروع میشه، یعنی سی، بی یا ای. اگه بزنید greater than or equal to S تو فیلد author و S رو سرچ بکنید، میاد مساوی یا بزرگتر از S ها رو، یعنی S به بعد تا Z رو برای شما میاره. حالا اگر تو فیلد year بیاید این کار رو بکنید، کمتر یا بیشتر از year رو براتون میاره. بستگی داره که توی کدوم قسمت شما سرچتون رو انجام بدید. راجع به سیو کردن و لود کردن سرچ ها هم گفتیم. راجع به بحث دوپلیکت ها، یه وقتایی پیش میاد که ما توی دیتابیسمون دوپلیکت داریم، یعنی از یک رفرنس بیشتر از یک بار داریم. میتونیم اینها رو در واقع پیدا بکنیم و حذفشون بکنیم، دوپلیکت ها رو. چجوری این کار رو میکنیم؟ میریم توی منوی رفرنس و فایند دوپلیکت رو میزنیم، همینطور که اینجا امیدوارم ببینید، این منوی رفرنس، میایم فایند دوپلیکت. فایند دوپلیکت رو که بزنیم، یه پنجره برامون باز میکنه و این زیر لیست دوپلیکت ها رو ما داریم میبینیم. میگه که comparing one and two of two duplicates، داره اولین جفت رو میاره، کدوم؟ کریمی. میبینید اینجا نوشته کریمی، اینجا هم تو این دوتا پنجره نوشته. اگه زیر رو هم نگاه کنید، صفحه اصلی، دوتا رفرانس اول کریمی اف، محمدی یگانه اس، آبدی و الی آخر. تصویر اندنوت رو دارید بچه ها؟ الان ندارید میدونم، ولی تا الان که میگفتیم داشتین دیگه. اوکی. حالا بهش میخواییم بگیم که از بین این دوتا
رکورد که دوپلیکتن و عین هم هستن کدوم رو نگه داره کدوم رو حذف بکنه. این بالا اگر ببینید یه کلید داره keep this record، این وریه دوباره کلید داره keep this record، هر کدومو که بزنید اونو نگه میداره براتون. من اینو میزنم اتوماتیک میره برای رفرنس بعدی، دوباره اینو میزنم میره رفرنس بعدی، هر کدومشو که میخوام نگه دارم دونه دونه میزنم و میرم جلو تا وقتی که تموم بشه اینا. ببینید از اونا الان این بالا رو اگر نگاه کنید ما 93 تا مقاله داشتیم ولی الان شد 80 تا مقاله، یعنی 13 تاشون دوپلیکت بوده و اینا رو برای ما حذف کرده. حالا ببینیم چجوری این کار رو میکنه. یعنی بر الان میگه دیگه نو دوپلیکت، دوپلیکتی نداریم اینجا. حالا فرض کنید من این رفرانس رو دوپلیکتش میکنم، الان این دوتا رو برای من پیدا کرد که دوتا دوپلیکت دارم. حالا اساسش چیه؟ از کجا میفهمه که اینا دوپلیکتن؟ میاد فیلد آثر، year و تایتل هر کدوم از رفرانس ها رو نگاه میکنه، اگر عین هم بودن اونا رو چکار میکنه؟ به عنوان دوپلیکت در نظر میگیره. حالا من اگر بخوام بر اساس یک چیز دیگه ای، بهترین حالتش همینه چون پیش نمیاد که دوتا مقاله همه نویسنده هاش و سال دوتا مقاله همه نویسنده هاش و سال چاپش و عنوانش دقیقا عین هم باشه دیگه، حداقل عنوانشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا چطور ما اینو بهش بگیم که چی کار بکنه، چی جوری برامون دوپلیکت ها رو پیدا بکنه؟ تب ادیت، منوی ادیت، پرفرنسز و اینجا یک گزینه داریم دوپلیکت. ما اینجا میتونیم انتخاب بکنیم که بر اساس کدوم ها بیاد. الان اینجا author, year, title و reference type، یعنی reference typeشون هم یکی باشه، این چهارتا باید حتما عین هم باشه توی دو یا بیشتر از دو تا رفرانس تا اونها رو یکی در نظر بگیره. شما اگه بخواید میتونید رفرانس تایپ رو حذف کنید یا تایتل رو حذف کنید یا آثر رو حذف بکنید. اینجا میتونید براش مشخص بکنید که چجوری اینها رو برای شما تشخیص بده که این دو تا رفرانس در واقع یکی هستن. رسیم به یه مبحث بسیار جالب، بحث گروه ها در اندنوت. شما کلی رفرانس میگیرید، فرض کنید برای پایان نامتون یا برای یک پروژه 100 تا رفرانس دارید و اینا همینطور که الان اینجا میبینید، الان مثلا من 81 رفرانس دارم و اینا رو میخوام که مثلا حالا کار بکنم روشون و تو مقالم قرار استفاده بکنم، تو پایان نامم قرار استفاده بکنم. نشستید اینا رو هم خوندید، الان این 81 رفرانس رو شما زحمت کشیدید و نشستید همه رو خوندید. بچه ها اینجا رو خوب دقت کنید، گروپ ها خیلی کمک میکنن به ما تو ارگنایز کردن در واقع کتاب خانم. همه اینا رو هم نشستید خوندید، فرض کنید میخوایم با استفاده از این 81 مقاله در واقع مقاله خودمون یا پایان نامه خودمون رو بنویسیم. بعضی از این مقاله ها به عنوان مثال خوندید و به نظرتون مناسبن برای اینکه شما توی اینتروداکشن استفاده بکنید ازش، بعضیاش برای دیسکاشن مناسبن، بعضیاش رو میخواید استفاده کنید توی متریال متدتون، متد رو رفرانس بدید به کسی که این کار رو کرده قبلا مثلا، یا مثلا یه جور دیگه. سه تا از این مقاله ها هستن که حالا این لایبرری که اینجا میبینید راجع به تشخیص
مولکولی سه تا ویروس HIV, HBV و HCV. متد هایی که در واقع یک تست میذارید و HIV رو باهاش تشخیص میدید، یک تست میذارید باهاش HBV رو تشخیص میدید، یک تست میذارید باهاش HCV رو تشخیص میدید. تو تست های مولکولی ما تستایی هم داریم که شما میتونید همزمان یک تست بذارید بگید که این مریض HIV, HBV, HCV کدوما رو داره، یا دو تاشو داره یا هر سه تا رو داره. میتونیم در واقع تو تستای بر اساس PCR و ریل تایم PCR میتونیم این کارو بکنیم. حالا من میخوام که بیام تست اونایی که مثلا داره به صورت همزمان هر سه تا ویروس رو تشخیص میده، مقالاتی که کار شده و اومدن هر سه تا ویروس رو با هم دیگه در یک تست تشخیص دادن، اینا رو میخوام یه جا داشته باشم. یعنی نیام بگردم تو اینا تایتل رو نگاه بکنم ببینم کدوم بود. به راحتی میتونم اینجا یه گروه درست کنم. بذارید من این گروه رو فعلا پاکش بکنم با هم دیگه ببینیم جلو. شما هم همزمان اگه این نوتتون بازه این کار بکنید. میام روی گروپ مای گروپس و یه رایت کلیک میکنم، یا میتونم از منوی بالا گروپس رو انتخاب کنم و کرییت گروپ رو بزنم. کرییت گروپ رو که بزنید یه گروه جدید ایجاد میکنه براتون. من اسمش رو مینویسم simultaneous enter. لازم مقالاتی که اینجا خوندم فرض کنید من میام میخوام پیداشون کنم، یا دونه دونه مثلا خوندم simultaneous و انتخاب کردم، من میام این مقاله هایی که simultaneous هستن و دو تا کار میتونم بکنم. یه رایت کلیک کنم add reference to کدوم گروپ simultaneous، یا یعنی که میتونم انتخابشون که کردم همشون رو بگیرم بکشونمشون اینجوری بندازم توی گروپ simultaneous. در واقع میاد یه کپی از اینا رو برای شما میذاره اونجا، یه لینکی از اینا برای شما میذاره اونجا. شما دیگه بیاید تو simultaneous به راحتی میتونید مقالاتی که مربوط به تشخیص همزمان این سه تا ویروس توی یک تست هست رو ببینید. دیگه لازم نیست بگردید دنبالش، همون از همون اول که دارید مقالاتتون رو میخونید هر کدومش که دیدید اینجوری به درد اینجا میخوره. مثلا من این مقاله رو شروع کردم خوندن و میبینم که این جزء simultaneous هست، میگیرم میندازمش اینجا، یا مثلا این مقاله رو خوندم میبینم که جزء simultaneous هست میندازم اینجا و این میره توی این گروه. حالا از یه منظر دیگه میخوایم به گروه بندی نگاه بکنیم. من این مقالات رو دارم، میخوام مقالم رو بنویسم باش، همش رو نشستم خوندم میدونم چی به چیه، میخوام ببینم که کدوما، یه سریشون تو اینترودکشن هم قرار استفاده بشه، یه سریشون واسه دیسکاشن هم مناسب استفاده کنم، یه سریشون واسه ماتریال متد هم خوبه که استفاده بکنم. میام اینجا یه کرییت گروپ میزنم، مینویسم اینترودکشن. حالا هر مقاله ای که مثلا من این مقاله رو خوندم و میبینم با درد اینتروداکشن هم میخوره، میگیرم میکشم میندازمش توی اینتروداکشن. الان رو اینتروداکشن که کلیک کنم اون مقاله رو اینجا میبینم، یا مثلا این چند تا مقاله به درد اینتروداکشن هم میخوره، میگیرم میکشمش اینجا و الان تو گروه اینتروداکشن هم من این مقالات رو دارم. یه سریاشون به درد دیسکاشن هم میخوره، پس یه گروه درست میکنم دیسکاشن و اون مقالاتی که به درد دیسکاشنم میخوره رو برمیدارم، میتونم درگ دراپ کنم، میتونم رایت کلیک کنم اد رفرنس تو دیسکاشن و الان میبینید که تو دیسکاشن من 6 تا مقاله هست که به درد دیسکاشنم میخورده. میتونم یه گروه دیگه درست کنم materials and methods و از این all references که اینجا دارم اونایی که به درد متریال متدم میخوره، مثلا این دوتا، اینا رو بردارم و بندازم توی امنه و دیگه میدونم که وقتی متریال متد میخوام بنویسم این مقاله کجاست، اینترودکشن میخوام بنویسم مقالاتش اینجاست، از اینا باید دیتامو بردارم و اینترودکشنمو بنویسم. متوجه شدیم بچه ها؟ سوالی ندارین؟ متوجه نشدی خانم اسماعیلی؟ یا خیر مال چیز دیگه ای بود؟ اوکی.
پس این بحث گروه ها و گروه بندی ها. ما یه جور دیگه هم میتونیم گروه بندی کنیم، اینکه گروپ ست درست کنیم. یعنی بیایم اینجا ببینید مای گروپسه. خب من بیام یک گروپ ست درست کنم به اسم مثلا تکنیک، مثلا این ویروس ها رو بعد مثلا با تکنیک های مختلفی میشه تشخیص داد، میشه با رپید تستشون کرد، میشه با متد الایزا تشخیص داد، میشه با ریل تایم پی سی آر تشخیص داد. من میخوام از لحاظ متد تشخیصی هم اینها رو دستبندی بکنم. میتونید تو همون مای گروپی که اونجا هست اینا رو دستبندی کنید، یعنی سه تا گروپ بسازید، رپید تست، الایزا و مثلا ریل تایم. میتونید بیاید تحت عنوان تکنیک بذارید که بدونید این گروه هایی که اینجا دارید چیه. حالا من میام اینجا یه گروه درست میکنم، یکیش الایزا، یکیش رپید تست و یکیش هم آرتی کیو پی سی آر. و باز میتونم بیام این مقالاتم رو هر کدومو که مربوط به هر کدوم این گروه ها میشه بیارم درگ دراپ کنم توی این گروه هایی که درست کردم و بندازمشون اینجا. میدونم که این گروه از منظر تکنیک داره اینها رو نگاه میکنه دیگه. اون گروه بندی ها بستگی به ارگانیزیشن خودتون داره، شما چطور به قضیه نگاه میکنید و چطور میخواید دسته بندی بکنید. این گروه ها رو توی کاربرد بسیار ویژه و خاص اندنوت هم باز جلوتر بهتون خواهم گفت. همین کار رو ما با گروه ها یه جور دیگه هم میتونیم انجام بدیم. ببینید اینجا create a smart group داره. smart group ها چی هن؟ smart group ها گروه هایی هستن که بر اساس یک سرچ در این کتابخانه درست میشن. من میخوام بیام ببینید یه پنجره سرچ باز میکنه برام، اسم براش میذارم اینجا. مثلا من میخوام بیام یه smart group درست کنم تحت عنوان HCC Hepatocellular Carcinoma. همه مقالاتی که توی عنوانشون کارسینوما داره رو میخوام جمع کنم بیارم توی یه گروپ. پس اسمش رو میذارم اینجا، تایتلش رو میارم میذارم کارسینوما، کرییت میکنم. ببین یه HCC برای من اینجا درست کرد، آیکونش هم فرق میکنه، مثل چرخ بنده است و چهار تا مقاله برای من آورد. چهار تا مقاله من دارم توی دیتابیسم که تو عنوانشون کلمه کارسینوما هست و اینا رو الان رفتن توی یک گروپ شدن. به جای اینکه دونه دونه برم بگردم اینجوری اینا رو پیدا میکنم، حالا بعد میتونم بررسیشون بکنم. یا مثلا من میخوام همه مقالاتی که نویسندش کیا بوده رو پیدا کنم توی گروپ بذارم. میبینم اینجا 7 مقاله است که نویسنده هاشون کیا هستن. اوکی حالا اینجا کامل نشون داده نمیشه، اینجا انتخاب بکنیم میبینیم و این رو هم بکشید این برتر میبینید که تو همه اینها آثری به نام کیا وجود داره. میخوام همه مقالاتی که توی این کتابخونه هست و سالشون مثلا 2012 هست رو یک جا داشته باشم. میبینم که 3 تا مقاله هست که سال 2012 است ایناست و اینجوری میتونم اینا رو در واقع ارگنایز کنم. و چند تا کار میتونی بکنی به نظر من؟ آره، یعنی اگه از همون اول شما که داری مقاله میخوای بنویسی یا میخوای پروپوزال بنویسی خانم فروهرنیا یا میخوای پایان نامت رو بنویسی، شما قبل از شروع این پایان نامه یه دیدگاهی داری، بالاخره یه مقدار مطالعه کردی، یه سری مقاله خوندی، یه دیدگاهایی به دست آوردی، از چه جنبه‌ای به این موضوع داره نگاه میشه. مقاله که میخوای بنویسی تو اینترودکشن چه مطالبی رو میخوای بگی. شما میتونید برست کنسر رو از هزار تا زاویه نگاه بکنی.
کنی، از زاویه اتیولوژی نگاه کنی، از زاویه ژنتیک نگاه کنی، از زاویه متاستاز نگاه کنی، از زاویه درمان نگاه کنی، از زاویه تشخیص نگاه کنی. تو هر کدوم از اینا باز زوایای ریز دیگه‌ای وجود داره، بسته به اینکه شما زاویتون چیه یک نگاهی دارید. بر اساس این نگاه شما لازمه که توی اینتروداکشن مقاله یا پایان نامت یک سری حرفهایی بزنید. مثلا من اگر دارم راجع به میکرو آر ان ای و متاستاز در برست کانسر مطالعه میکنم، ببینید من یک سری نگاه هایی دارم. بیایید این نگاه ها رو با هم دیگه ببینیم چیان، تا بتونیم اینو یه مقداری بهتر بفهمیم که چیه. من یک سری نگاه هایی دارم. من در مورد برست کانسر، میکرو آر ان ای و متاستاز دارم مطالعه میکنم. من میخوام نقش یک میکرو آر ان ای رو در متاستاز برست کانسر ببینم. خب من تو اینتروداکشن هم چیا باید بگم؟ باز هم اینجا خیلی زوایا داره، بسته به اینکه واسه چه ژورنالی میخوای بفرستی این متفاوته. من اول تو اینتروداکشن هم بهتره بیام مثلا بگم که آقا برست کانسر چیست، پس اول یه دفینیشنی بدم، بیام یه استاتیستیکی بگم راجبش و بیام راجب مثلا ثرپیش حرف بزنم، بعد بیام راجب این بگم که این موارد متاستازیس متاستاتیکش خطرناک. پاراگرافم رو اینجا کجا تموم کردم؟ پاراگراف اولام با متاستاز. پس بهتر تو پاراگراف بعدیم، حالا ممکنه اینا خودشون هر کدوم یه پاراگراف باشن، اینا ممکنه که همش تو یه پاراگراف بیاد، باز بستگی به کارتون داره. پاراگراف بعدی میام راجب متاستاز صحبت میکنم، راجب علل متاستاز صحبت میکنم، راجب مثلا مشکلاتش، مثلا کامپلیکیشناش صحبت میکنم. من ترجیح میدم راجب کازش بیام آخر سر صحبت کنم. راجب چند تا چیز صحبت میکنم و راجب علل متاستاز. تو پاراگراف بعدی حالا تو کاز میام چند تا موضوع رو مطرح میکنم، یکی از اون موضوعات مایکرو آر ان ای، یکیش میتونه مثلا چه میدونم جهش توی یک سری ژن ها باشه، یکیش میتونه افزایش اکسپرشن یک سری ژن ها باشه، یکیش هم میتونه مثلا دیس رگولیشن مایکرو آر ان ای ها باشه. بعد تو پاراگراف بعدیم میام راجب مایکرو آر ان ای ها صحبت میکنم، دفینیشنشون رو میگم چیه، رولشون رو میگم چیه و چند تا موضوع دیگه. پس ببینید من قبل از اینکه اصلا مقالم رو شروع کنم، من یک موضوعی تو ذهنم داشتم، راجبش فکر کردم، راجبش 20 تا مقاله خوندم و میبینم که زوایای اینا هر کدوم از این عناوینی که اینجا میبینید یک زاویه است که من نسبت به برست کانسر دارم نگاه میکنم بهش و اینا رو یه جوری کنار هم چیدم که برسم از برست کانسر به نقش مایکرو آر ان ای در متاستاز برست کانسر. وقتی من این رودمپ رو برای خودم درست میکنم، اون وقت میدونم که مقالات رو وقتی دارم میخونم چجوری باید به مقالاتم نگاه کنم. من یه سری متریال برای اینتروداکشن میخوام، یه سری مطالب برای دیسکاشن میخوام، یه سری مطالب برای متریال متدم میخوام. اینا رو اینجا وقتی متوجه میشم، هر مقاله‌ای که میگیرم به دردم میخوره میارم تو اند نوتم، میتونم از همون اول دستبندی براش داشته باشم. ممکنه شما دستبندی های دیگه‌ای به ذهنتون برسه، ممکنه نیازهای دیگه‌ای داشته باشین، یه چیز دیگه‌ای ببینید، بخواید یه گروه براش درست میکنید. میایید مقالاتی که رو تشخیص مثلا دوتا ژن همزمان کار کرده در برست کانسر کار میکنی، پس یه گروه میتونی درست کنی که مثلا چه میدونم simultaneous خط فاصله two genes مثلا، یه همچین چیزی، حالا هر چیزی که شما به ذهنتون برسه و دیدگاه شما باشه. خیلی خوب میشه از همون اول شما ارگنایزد باشید و بدونید که هر چیزی الان جاش کجاست، اینا رو دستبندی کنید. امیدوارم جواب سوالتو داده باشم فروهرنیا. دادم جواب سوالتو؟ مرسی.
پس با گروپ ها آشنا شدیم، با اسمارت گروپ ها و اینکه چجوری درستشون کنیم آشنا شدیم، در مورد لینک کردن پی دی اف ها، فایل پی دی اف گفتیم چجوریه. حالا چرا مثلا اصلا راجع به لینک کردن فایل پی دی اف میگیم؟ فرض کنید که مثلا من اومدم، جلوتر بهتون میگم، فرض کنید این مقاله، من این مقاله رو رفتم از سایت ژورنال با اون روشی که گفتیم گرفتم و این رفرانس رو آوردم اینجا، ولی پی دی افش رو ندارم، فعلا فقط سایتیشنش رو گرفتم، این در واقع اطلاعاتی کتاب شناختیش رو گرفتم که میخوام رفرنس بدم درست شه، پی دی اف مقاله رو هم نیاز دارم، باید توی این سیستم داشته باشم پی دی اف مقاله رو، نیاز دارم بخونمش مثلا همین توی اند نوت یا حالا اینجا نیازش دارم بالاخره پی دی افش رو. این همون بحثی بود که گفتیم، دارم میگم چرا این اتفاق میفته. فرض کنید که مثلا شما خونه اید، دارید کار میکنید، دسترسی به ژورنال ها ندارید از خونه، ژورنال پولی مقاله رو بهتون نمیده، مجبوری بعدن از دانشگاه بیایی بگیریش. حالا اوکی، اطلاعات کتاب شناختیشو میگیری از سایت ژورنال یا با روش های دیگه ای که میگیم، بعد فردا که رفتی دانشگاه میای فایل پی دی افش رو دانلود میکنی، اینجوری میکشی میندازی این رو و دیگه خیالت راحته که حالا پی دی افش رو هم داری. یا اینکه میای رایت کلیک میکنی فایل اتچمنت، اتچ فایل و یا فایل انتخاب میکنی. بچه شما هر فایلی تقریبا میتونید اضافه کنید. فرض کنید تو این اتچ فایل من اینجا یه فایل چی مثلا؟ یه فایل عکس حتی، یک فایل ورد حتی. ببین اینجا من فایل عکس دارم، من میتونم این فایل عکس رو اتچ کنم به این مقاله. الان بیام این پایین تو این پنل کنار، چرا اتچ نکرد؟ اتچ میکرد. آها اینا هاشون رو این باید باشه. ببینید این فایل عکس رو اینجا اتچ کرده، من دابل کلیکم بکنم روش فایل عکس رو برام باز میکنه به همین سادگی. یعنی شما میتونید یه عکس، یه فایل ورد، یه فایل صوتی حتی، شاید یه نوت صوتی برداشته باشی واسه خودت، اینو میتونی به اون رفرنس اد بکنی، اضافه بکنی، خیلی راحت و ساده. خب الان می‌خوایم ببینیم که چجوری ما بیایم با دیتابیس های اینترنتی کار کنیم و رفرانس بیاریم. ببینید ما دیتابیس های مختلفی هستن که مقالات اونجا دارن ایندکس میشن و از اونجا می‌خوایم مقاله بگیریم. این دیتابیس ها مثل پاپ مد، مثل لایبرری آف کانگرس، یو اس پی تی او که آفیس پتنت های امریکاست، وب آف ساینس، اووید، هر کدوم از اینا، حالا توضیحاتش هم اینجا میبینید، URLش هم اینجا هست، میتونیم به اینا لینک بشیم و از اینا مقاله بگیریم. این بالایی یا ستای بالایی فریه، شما میتونید راحت بهش وصل شید، ولی پایینی ها سابسکریپشن میخواد، شما باید اکانت داشته باشید. فایده دیگه‌ای که این روش داره یا گرفتن رفرنس مستقیم از سایت ژورنال اینه که سریع‌تر، دقیق‌تر، صحیح، فرمت مناسبی میاره، اطلاعات کامل کامل براتون میاره، بیشترین اطلاعات ممکن. در مقایسه با چی؟ در مقایسه با اینکه شما بیاید رفرنس ها رو دستی وارد بکنید. خب اینجا چی کار میتونیم بکنیم؟ چه جوری این کار رو انجام بدیم؟ یکی کانکشن فایل هست. ببینید وقتی که شما میایید روی این قسمت، اون قسمتی که عکس فولدر و عکس این گلوب رو داره، کره رو داره، کلیک میکنید، یک مجموعه براتون میاره اینجا به نام آنلاین سرچ. اگر روی حالت فولدر باشید نمیبینیدش. نگاه کنید اینجا رو، من الان رو حالت فولدرم، این بالا، این پایین، این کنار، سمت چپ نمیبینم اون گزینه رو، ولی وقتی روی گزینه گلوب میام فقط گزینه آنلاین سرچ رو میبینم. رو گلوب و فولدر که میام هر دو رو میبینم، یعنی گروپ هامو اینجا میبینم، گروپ ست هامو میبینم و این آنلاین سرچ رو میبینم. اینجا که میبینید نوشته مثلا پاپ مد، یک این به این میگن یک کانکشن فایل، یعنی این کمک میکنه به شما که اند نوت به دیتابیس پاپ مد وصل بشه. ببینید اینجا میگه کانتکت اینتو دی هاست و وصل میشه.
شما میتونید اینجا به راحتی بیاید سرچ کنید مثلا اسم مقاله رو و تو تایتلش هم HIV باشه، همون اپراتور هاست. سرچ رو که بزنید این میاد مقالات نویسنده‌ای به نام کیا که تو تایتلش کلمه HIV باشه رو میاره. 190 تا مقاله آورد. خب خیلی زیاده، من مثلا همچین چیزی رو نمیتونم بیام بگردم. وحید کیا سرچ میکنم، میبینم که دوتا مقاله آورده. وحید کیا دوتا مقاله داره که تو تایتلش HIV. اوکی که بکنم اون دوتا مقاله رو برای من میاره اینجا. حالا همینجا بهتون بگم، جلوترم بهتون میگم، شما اگه PDF این مقاله رو بخواید همینجا تو این تولبار بالا، این گزینه ذره‌بین که علامت PDF توشه رو بزنید، این کنار میبینید که Find Full Text Award و Searching داره سرچ میکنه. حالا یه مقدار زمان میبره تا اگر فول تکس رایگان داره این مقاله و میشه بهش دسترسی داشت براتون پیدا کنه. اگه بگیره، بله گرفت، همینطور که میبینید این علامت در واقع این سنجاقه رو اینجا زده و PDF اینو برای من پیدا کرده. من این کنار میتونم بیام PDFش رو ببینم، بعضی وقتا ممکنه پیدا نکنه. پس شما میتونید به دیتابیس PubMed از این طریق کانکشن فایل این کنار وصل بشید و به جای اینکه مستقیم برید تو PubMed سرچ بکنید، بیاید اینجا سرچ بکنید. میتونید فیلد های دیگه هم اضافه بکنید بهش. فرض کنید شما یک مقاله ای رو آنلاین گرفتید و خوندید، فرض کنیم که مثلا جواب بده، نمیدونم از خونه بشه این کار رو کرد یا نه، اسم رو سرچ کردید، حالا یا هر چیزی رو که سرچ کردید، عنوان سرچ کردید، یه سری مقاله آورده. ببینید اینجا دی او آی اون مقاله رو داره. گفتیم دی او آی یا دیجیتال آبجکت آیدنتیفایر یک عدد خاص برای هر داکیومنت اینترنتیه. شما میتونید بیاید اینجا این دی او آی رو کپی کنید، بعد برید توی اند نوت، اینجا بگید فیلد دی او آی رو براتون سرچ بکنه، یه سرچ اینتر بزنید، ببینید دقیقاً یه دونه ریزالت میاره، چون از این دی او آی فقط به یک داکیومنت وصله، هنوز سرچش تموم نشده، ریتریو نکرده، اوورد برام ایناش. دی او آی مقاله اینه و مقاله رو اینجا میاره. حالا شما اینو میتونی ببری توی یه گروپی بذاریش، میتونیم حالا هر کاری که میخوای باهاش بکنی، میتونی اینو بزنی، شاید فول تکسش رایگان باشه و برات پیدا بکنه، شاید هم نکنه، نمیدونی. داره سرچ میکنه فعلا، فکر کنم اوپن اکسس نبود جورنالش. خب پس شما به این طریق میتونید به این کانکشن فایل ها وصل بشید و سرچاتون رو انجام بدید. ما فعلا بهترین کانکشن فایلی که در واقع داریم همین پاب مده که اینجا راحت میتونیم سرچش بکنیم. کانکشن فایل های زیادی هست، بسته به اینکه شما به چی اکسس داشته باشین میتونین که در واقع چیز کنید. حالا اگر بخواید به دیتابیس دیگه ای وصل بشید، این گزینه مور رو پایین همین PubMed، زیر PubMedی که اینجا نوشته بزنید، لیستی از کانکشن فایل ها رو براتون میاره که اینا دیتابیس های مختلفی هن که شما میتونید بهش وصل بشید و سرچ بکنید. منتها باید ببینید که رایگان رایگان نیست، چجوریه. کویک سرچ هم اینجا داره، شما میتونید بزنید و ببینید الان اووید رو مثلا اووید اسپی چه میدونم ایجلاین، حالا دیتابیس های مختلف اووید رو داره براتون اینجا میاره و میتونید انتخابش بکنید. اینا سابسکریپشنی هم چوز میکنید، اونو اینجا اضافه میکنه. ببینید یوزر پسورد از من میخواد، من باید عضو باشم توی این مجموعه تا بتونم اینجا از دیتابیسش اینجوری استفاده بکنم.
اگه اون کانکشن فایلی که میخواهید و نتونستید پیدا کنید، یه سرچ تو گوگل بکنید کانکشن فایل مثلا اووید اند نوت، میره براتون پیدا میکنه و میاره. یه وقتایی کانکشن فایلتون کار نمیکنه، برید دوباره دانلودش کنید بیارید و چی کارش باید بکنید؟ اون فایلی که دانلود میکنید رو میارید توی جایی که ویندوز اند نوت رو نصب کردین، یه فولدری هست به اسم کانکشنز، میندازید اونجا و بعد که بیایید توی این پنجره سرچش بکنید اون کانکشن فایل رو میبینید. من نسخه 20 رو باهاش کار نکردم، ولی آقای قاسمپور یه سرچ بکنی مثلا how to get full text endnote 20. آره نسخه 20 رو گفتم جلسه اولم پیروز که من باهاش راحت نبودم، یه مقداری تغییراتش زیاد بوده، به نظرم هم میاد یه مقداری هنوز گیر داره. فعلا نسخه 20 رو من شخصا توصیه نمی کنم، چون باعث شد من دو تا کتابخونه خیلی بزرگ 20 گیگی رو هم از دست بدم و فعلا احساس خوشایندی بهش ندارم، باهاشم کار نمی کنم. خب همونطور که گفتیم برای سرچ کردن توی در از طریق کانکشن فایل ها، شما تو این پنل کناری کانکشن فایلی که میخواید انتخاب میکنید، میایید تو فیلد های مورد نظرتون، دیگه بلدید فیلد رو چجوری انتخاب کنید، بولین اپراتورتون رو چجوری انتخاب کنید، کامپریشن اپراتورتون رو چجوری انتخاب کنید و سرچتون رو انجام میدید. این شروع میکنه به سرچ کردن، مقالاتتون رو براتون میاره. یه گزینه اینجا داره بچه ها، اگه اینو نزنید نتیجه سرچ قبلیتون باقی میمونه، این چارتا رو اضافه میکنه. اگه اینو تیک بزنید نتیجه سرچ قبلیتون رو پاک میکنه و بعد سرچ جدیدتون رو میاره. ببینید اینجا رو، الان من این ستا رو اینجا دارم میزنم مثلا چرا اینجا الان واسه من بسته اینو نمیدونم، ولی باید پیدا کنم ببینم که چیه قضیهش. ولی اگر واسه شما فعال بود، میخواید نتیجه سرچ قبلی پاک بشه بعد نتیجه سرچ جدیدتون رو اینجا بهتون نمایش بده، این گزینه رو تیک میزنید، بعد اینا رو انتخاب میکنید. چرا؟ برای اینکه اینا رو کجا بهتون داره نشون میده؟ اینا رو توی سرچ ریزالت نشون میده بچه ها بهتون، یا توی همین پاب مد بذارید وصل بشیم پاب مد. حالا این رفرانس ها رو اوورد، من الان میخوام از بین این رفرانس ها این چهارتا رو اضافه کنم مثلا به یکی از گروه هم، یا این یه دونه رو اضافه کنم به یکی از گروه هایی که دارم. همینطور که میدونید یا رایت کلیک میکنم به یه گروه اضافه میکنم، یا درگ دراپش میکنم، یا یعنی اینکه میخوام ببرمش توی یه لایبرری دیگه، اصلا نیو لایبرری یا چوز لایبرری. چوز لایبرری رو که بزنم میرم اون لایبرری که میخوام و روی درایوام هست انتخاب میکنم و میارمش. یک روش دیگه داریم برای گرفتن مقالات از دیتابیس ها، به روش ایمپورت فیلتر. روش قبلی کانکشن فایل بود و از طریق کانکشن فایل به دیتابیس وصل می شدیم. یه روشمون چی بود؟ می رفتیم تو سایت اون جورنال و از اونجا سایتیشنش رو سیو تو یا سن تو اند نوت می کردیم و می آوردیم. یک روش دیگه اینجا داریم، ما میریم سرچمون رو انجام میدیم، یه سری مقاله میاره برامون، عناوین رو میخونیم، میبینیم که این دوتا به دردمون میخوره، خوبه، این دوتا رو انتخاب میکنیم، یه تیک باکس یه چک باکس کنارش داره، چک باکس رو میزنیم انتخاب میشه، میبینیم بالا گزینه سن تو، میگیم اینو بفرست برامون توی یک سایتیشن منیجر، همین نرم افزارا میشن. و اینجا میگه که شما دو تا سلکشن داشتی، create file رو میزنیم و یک
فایل برامون درست میکنه. حالا بریم یه نگاهی بهش بندازیم. ببینیم من اینجا این دوتا رو انتخاب میکنم، Send to Citation Manager Create File، برام دانلودش کرد این بالا، میبینید؟ یعنی میخواد دانلود کنه. من سیو ازش میکنم، فعلا سیو ازش که میکنم میگم ببر تو فولدر تزیسم برام سیوش کن. برد تو فولدر تزیس برا من سیو کرد. من دو تا کار میتونم بکنم، یکی این که برم توی اند نوت گزینه فایل ایمپورت فایل بکنم، برم اون فایل رو انتخاب بکنم، کجا بود؟ گوگل درایو تزیس، فایل این بود، من اینو ایمپورت کرده بودم، در واقع سیو کردم، اوپنش میکنم. اینجا حتما گزینه پاب مد ان ال ام رو انتخاب میکنم، گفتیم میریم ایمپورت فایل، چوز، اون فایلی که دانلود کردیم رو انتخاب میکنیم، پاب مد ان ال ام رو انتخاب میکنم و ایمپورت رو میزنم. این دوتا رو برای من ایمپورت کرد. اینجا من تو هر کدوم این گروه ها که بخوام میتونم اینو بندازم. یه کار دیگه ای که میتونم بکنم چیه؟ الان من این دوتا رو پاک کنم، من برم توی اون فولدری که اینو سیو کردم، توی فولدر چی بود؟ تزیس بود، یه کلیک کنم روش، اینتر بزنم. این دوتا رو برای من برداشت و ورد اینجا. پس میتونم ایمپورتش بکنم اون فایل رو، میتونم یه کلیک بکنم، و اگه بخوام راحت تر همه این کارا رو بکنم، اینجا که این فایل رو دانلود کرد یه گزینه اوپن فایل میده به من، اوپن فایل رو که بزنم خودش فایل رو دانلود میکنه، دانلود کرد، اوپن کرده، میاره میذارتش اینجا. سوال؟ سوال ندارین؟ همه چی واضح و مشخص. مرسی. امیدوارم شما هم همزمان در حال تست کردن باشی. خب اینا همونطور که دیدید وقتی ایمپورت میکنید میاره توی یه مجموعه به اسم ایمپورتد رفرنس، اینجا نشونشون میده، شما انتخاب میکنید و میارید. یه روش دیگه داریم، فرض کنید تعداد مقالات، یعنی یکیش اینه. یه کار دیگه ای که میشه کرد، اینا حالا دیگه به هر کدوم که خودتون بیشتر راحت باشین و خوشتون بیاده. یه کار دیگه اینه، شما وقتی که سرچتون رو انجام دادین، مقالاتی که میخواید رو تیک میزنید، انتخاب میکنید، توی دیسپلی آپشن بهش میگید پی ام آی دی هاشو به من نشون بده. توی فیلد فرمت توی صفحه بروزرتون یه سری عدد بهتون نشون میده، این عدد رو میارید توی اند نوت، از فیلد اینجا یکیشون پی ام آی دی رو انتخاب میکنید، بین عددها یه کاما میذارید و سرچ رو میزنید، همش رو یه جا براتون میاره. اگر بخوایم این کار بکنیم اینجا هم، من این دوتا مقاله رو مثلا بذارید دوتا مقاله دیگه هم انتخاب بکنم، میام دیسپلی آپشن، تو فرمت ببینید، فرمت سامری همین چیزی که الان دارید تو این صفحه میبینید. من اگه فرمت ابسترکت رو انتخاب کنم، میاد ابسترکت این مقاله ها رو همینجا به من نشون میده. ببینید ابسترکت هر رکوردی که برام آورده رو داره اینجا به هم نشون میده. من میخوام چی انتخاب کنم؟ پی ام آی دی رو انتخاب کنم. این چارتا رو انتخاب میکنم، کنترل سی میکنم، میام تو اند نوت، اینجا توی این فیلد که میخوام سرچ کنم، یا مثلا توی به جای آثر میام پی ام آی دی رو پیدا میکنم، باید بیام توی اینجا، باید رو پاب مد باشم، چون پی ام آی دی یه آیدنتیفایر مخصوص پاب مده. پی ام آی دی رو انتخاب میکنم، را پیست میکنم اینجا، یه کاما میذارم، اینجا هم یه کاما میذارم، اینجا هم یه کاما میذارم و سرچ رو میزنم.
چهارتاشو برای من پیدا کرد. حالا اطلاع از PMID چه نفعی برای این چهارتا رو بچه اضافه کرده پایین، چون من این کلید تیک اینجا رو الان ندارم، اضافه کرده پایین. اگه اینا رو پاک بکنم الان، حالا سرچ بکنم، میبینید که این چهارتا مقاله رو همینجا برام اد میکنه. خب یه راه خوب این که شما بخواید یه مقاله ای رو به یکی از دوستاتون بدید همینه، PMID شو بهش بدید یا DOI شو بهش بدید. اون میتونه بره به راحتی چه تو پاب مد، چه آنلاین، چه از طریق اند نوت سرچ بکنه و مقاله رو راحت پیدا بکنه. پس این هم یک روش دیگه، بستگی داره که خودتون چطور اوکی باشید باهاش. تو ساینس دایرکت هم همینطور، فقط یادتون باشه اونجا که میرید گزینه سایت رو دارید، وقتی یه مقاله رو پیدا کردید میخواید سایتیشنش رو ببرید تو اندنوت، اونجا باید اکسپورت سایتیشن تو RIS رو بزنید که فرمت اندنوته، یا مقالاتتون رو انتخاب میکنید براتون یه همچین پنجره ای باز میکنه. بذارید با هم دیگه بریم توی Science Direct. من اینجا مثلا سرچ میکنم اومیکرون. ببینید اینجا من سایت رو که بزنم، این قسمت رو میاره، اکسپورت سایتیشن رو که بزنم دوباره یه فایل برای من میخواد دانلود کنه، اوپن رو که بزنم خودش مستقیم میبره توی اند نوت. ببینید داره ایمپورت میکنه و اووردش اینجا توی اند نوت. اسکوپوس هم همینطور، فقط من الان تست کردم دسترسی به اسکوپوس نداشتم، نمیدونم چرا نتونستم بازش بکنم. تو اسکوپوس هم شما وقتی که مقالاتتون رو انتخاب کردین، اینجا یه گزینه اکسپورت داره اون بالا، RIS اکسپورت رو که بزنین این پنجره باز میشه، شما RIS فرمت رو انتخاب میکنی، میتونی CVS ببری تو اکسل، میتونی برای مندلی بگیریش، حالا هر کدوم که بخوای، و بهش میگی که چه اطلاعاتی میخوای اکسپورت بشه برات. شما میزنی سایتیشن اینفورمیشنش رو میخوام، اگه اینا رو هم بخواید میتونید تیک بزنید، هر چیزی که، هر اطلاعاتی که نیازتون باشه، و اینجا گزینه اکسپورت رو میزنید و براتون اکسپورت میکنه. تو گوگل اسکالر هم دوباره شما میتونید همین فرایند رو پیش برید. اگر بریم توی گوگل اسکالر، الان من مثلا سرچ میکنم وحید کیا، ببینید این شکلی. شاید شما این گزینه ایمپورت تو اند نوت رو نبینید، اگر نمیبینیدش میایید تو این همبرگر منوی بالا سمت چپ، پایین ستینگ داره، ستینگ رو که بزنید این قسمت اگر رو don't show باشه شما نمیبینید، میذاریدش روی show link to import citation into end note رو انتخاب میکنید، save میکنید، اون وقت این گزینه رو اینجا میبینید، import to end note. import to end note رو که بزنید دوباره براتون یه فایل میخواد باز کنه، میتونید ذخیرش کنید، میتونید اوپنش کنید، و اوپن رو که بزنید این فایل مستقیم میاد و وارد اند نوت میشه. حالا هر تو هر گروهی که بخواید میتونید فایلتون رو بندازید. همونطور که گفتیم setting show end note save importing to end note رو، این حالتیه که اون don't show importing to end note رو نشون نمیده بهتون. خب
بریم سراغ یه سری خصوصیات ویژه اند نوت. یه سری خصوصیات ویژه‌ای داره، مثلا یک annotated بیبلیوگرافی درست کنید، استایل انتخاب کنید، ادیت کنید، بیبلیوگرافی لی‌آوتتون رو درست کنید. خیلی چیزهای جالبی هستن. ببینید، ما یه ویژگی توی اند نوت داریم به نام ریسرچ نوت. اگر بیاید اینجا رو من یه مقدار جمع و جور کنم، تو این پنل سمت راست که رفرنسز رو داره بهتون اطلاعات این رفرنس رو نشون میده، بیاید پایین یک گزینه ای میبینید به اسم ریسرچ نوت. اینجا رو ببینید که من تایپ میکنم توش، شخصه میبینید کجا رو دارم میگم؟ به فیدبک به من بدید. من مطمئنشم که شما الان نمیبینید سفر رو، ولی اوکی. ریسرچ نوت. فرض کنید بچه ها من اومدم اینو سیو بزنم. فرض کنید من اومدم این مقاله رو نشستم و خوندمش و از این اومدم یه سری مطالبش برام مهم بوده، خواستم که یک نوت بگیرم، یک ریسرچ نوت بگیرم. حالا فرض کنید مثلا ریسرچ نوتی که من دارم میگیرم، چیزایی که تایپ کردم اینجا با زبان خودم اینا باشه. این یکی مقاله رو هم اول بذارید. این ریسرچ نوت هم برم روی رفرنس دیگه، میگه سیو کنم یا نه؟ میگم سیو کن. بذارید من اول یه گروپ درست بکنم اسم ریسرچ. اینو رینیمش بکنم به ریسرچ نوت. اینو براش یه ریسرچ نوت گذاشته بودم، میارم میندازمش توی ریسرچ نوت. این یکی مقاله رو هم خوندم و یه نوتایی ازش برداشتم، میام این رو هم توی ریسرچ نوتش مینویسم. بعد دیگه فرض کنید مثلا این مقاله، این رو هم خوندم و یه ریسرچ نوتی براش نوشتم. این رو هم بندازم تو ریسرچ نوت هم، این رو هم بندازم تو این ریسرچ نوت. فرض کنید 10 تا مقاله رو من اینجوری خوندم و یه سری نوت هایی ازش برداشتم. حالا میخوام که این نوت ها رو توی یک فایل ورد داشته باشم. مطالبی که اینجا نوشتم میخوام به کسی بدم، اصلا نوت هامو میخوام اینا رو توی یک فایل ورد، مثلا خلاصه چند تا مقاله است، قراره که به مثلا استادم تحویل بدم یا قراره به یه نفر تحویل بدم. میخوام که در واقع از اینا یک فایل ورد تهیه بکنم. چی کار میکنم؟ اول از همه به چه فرمتی میخوام این کارو بکنم؟ مثلا من میخوام به فرمت هاروارد باشه، یعنی اطلاعات مقاله رو اون بالا بنویسه شکلش رو اونجوری که میدونیم، بعد بیاد زیرش ریسرچ نوتش رو به من نشون بده. من اول میرم توی منوی ادیت، آوتپوت استایل و نیو استایل رو میزنم. نیو رو نمیزنم، میرم توی ادیت، آوتپوت استایل و ادیت هاروارد رو انتخاب میکنم. خب میام توی قسمت بیبلیوگرافی لی‌آوت، اینجا استارت ایچ ریفرنس ویت یه اینتر میزنم، اند ایچ ریفرنس ویت رو هم یه اینتر میزنم، خط پایینش مینویسم چی؟ ریسرچ نوتس. دقیقاً اینو مینویسم، یعنی یه حرف جا نمیدازم، ریسرچ نوتس. بعد که این پنجره رو ببندم میگه سیوش بکنم، میگم سیوش کن. به چه اسمی؟ من میگم به اسم هاروارد ریسرچ نوت سیوش کن برام. اینجا سیوش میکنم.
حالا میام این مقاله ها رو انتخاب میکنم و کاپی فرمتد رو میزنم، یه فایل ورد باز میکنم و میام اینجا پیستش میکنم. چرا این کار رو نکرد؟ به خاطر اینکه من اینجا هاروارد رو انتخاب کردم. باید چی انتخاب کنم؟ هاروارد ریسرچ نوت رو میام سلیکت انادر استایل، اینجا هاروارد آر ان رو انتخاب میکنم، چوز. حالا میام کپی فرمتد میکنم، میرم توی ورد و ریسرچ نوت هامو نشون نمیده بهم. بذارید ببینم با اون یکی فرمتی که قبلا داشتیم هاروارد کاپی. نوت کرک شده این مسائل رو داره. علتش اینه که من باید اینجا باشم، این رو انتخاب میکنم. به اشتباهی فولدر گروه اشتباهی داشتم نگاه میکردم. کاپی فرمتد، فرمت هم که هاروارد ریسرچ نوت انتخاب کردم. ببینید الان اومده عنوان مقاله رو برای من آورده اینجا، بعد ریسرچ نوتی که من میخواستم و زیرش آورده، دوباره عنوان مقاله رو برای من اینجا آورده، ریسرچ نوتی که داشتم و زیرش آورده، دوباره همینطور عنوان مقاله، ریسرچ نوتی که میخواستم و آورده برام. پس من اینجوری میتونم، حالا شما ممکنه که این ریسرچ نوتاتون اصلا فارسی نوت برداشته باشی، یعنی اومدی این رو و اینجا نوت فارسی برداشتیم. حالا اگر همه اینا رو انتخاب بکنم، کاپی فرمتد رو بزنم و بیام این پیستش بکنم، ببینید نوت فارسی، هر آنچه نوت که شما برداشته باشین فارسی انگلیسی اینجا براتون میاره. حالا برای اینکه این خیلی نچسبیده باشه به این بالاییه، ما میتونیم بریم و اونجا که هاروارد کاپی رو حالا مثلا داشتیم ادیت میکردیم توی لیوت، بیایم و اندو دو تا اینتر بزنیم و اینجا ببندیمش، پیغام سیو میده بهمون. خب فرمت کنیم، ببینید اینجا برای من یک فاصله گذاشت، دوباره اینجا بین عنوان مقاله و ریسرچ نوت هم فاصله گذاشت، همینطور اینجا بین اینا فاصله گذاشت. پس شما در واقع میتونید بیاید اینجوری نوت هایی که از یه مقاله، از چندین مقاله دارید و یک جا جمع کنید و نگه دارید و اگه قراره به کسی تحویلش بدید، تحویلش بدید. این از بحث ریسرچ نوت. یه بحث دیگه ای داریم توی اند نوت، یه ویژگی بسیار خوبی داریم به نام لیبل، یعنی برچسب. فرض کنید که شما دارید مقالات رو میخونید و میبینید که مثلا این مقاله ها مثلا تو دسته اینتروداکشنتون 7 مقاله دارید. حالا این مقاله اولو برای کدوم قسمت میخواید استفاده بکنید؟ این مپی که اینجا برای خودمون نوشتیم، مقاله اولیه رو کجای این قرار استفاده بکنم ازش مطلب بنویسم؟ فرض کنید من قرار راجب برست کانسر و دفنیشنش ازش استفاده بکنم. میام اینجا این مقاله رو انتخاب میکنم، توی این پنل سمت راستم که اطلاعات مقاله هست، میام پایین میبینم که یک گزینه‌ای دارم بالاتر اینجا به اسم لیبل، اسمش رو میذارم، لیبلش مینویسم BCF یا دفنیشن. این یکی مقالم به درد چی میخورد؟ به درد BCF
استات، میخواستم ازش توی استاتیستیکا استفاده بکنم. این یکی مقالم توی بی سی استات به دردم میخوره. مقاله پایینی مثلا توی بحث متاس به دردم میخوره. این یکی مقاله هم تو بحث متاستاز میخوام ازش تو بحث متاستازیس و مقاله بعدیم تو بحث میکرارنهی به دردم میخوره، میخوام توی اینترودکشن هم ازش استفاده کنم. مقاله آخرم هم توی بحث میکرارنهی به دردم میخوره. اگه دقت کنید میبینید اینجا تو تب لیبل برای من یه سری چیز میز نوشته که من میدونم الان هر کدوم اینا تو چه قسمتی قراره استفاده بکنم. فرض کنید حالا یادم نیستش، اصلا اینا تو اینترودکشن نبوده، من یه مقاله‌ای داشتم و توی لیبلش یا علمم لیبل زدم، میخوام پیداش بکنم توی این دیتابیس هم مشخص است. میام توی سرچ هول لایبراری، ببخشید توی این کویک سرچ بالا کنار این علامت سوال، میکرو‌آرنی که بزنم هر جایی توی لایبراری من کلمه میکرو‌آرنی باشه سرچش میکنم، میبینم که توی لیبل ها دوتا میکرو‌آرنی دارم. یا میتونم چیکار کنم؟ یا میتونم بیام توی این سرچ فیلد های اینجا توی یکیشون لیبل رو انتخاب بکنم و بگم اونایی که لیبل BC stat داره رو به من نشون بده. ببینید دوتا مقاله‌ای که لیبل BC stat داشت رو به من نشون میده. پس من دیگه به یک لول دیگه ای از ارگانیزیشن میرسم تو اند نوتس. یعنی علاوه بر این که من با گروپ ها میتونم بیام مقالاتی که مربوط به یک مسئله خاص هست رو یک جا دستبندی کنم، میتونم به مقالاتم لیبل هم بدم که بعدم بدونم این مقاله که تو اینترودکشنم قرار بوده استفاده بشه کجای اینترودکشنم قرار بوده استفادهش کنم، به درد کجا میخورده. حالا همین رو من ممکنه که دوتا لیبل براش بذارم، یعنی این هم به درد بی تی استت هم میخوره، یه اینتر میتونم بزنم، هم به درد چی داشتیم دیگه، چه عناوینی داشتیم، هم به درد مثلا تراپی میخوره. حالا من وقتی بیام اینجا تراپی رو سرچ بکنم تو لیبل ها میبینم اینجا، ولی اینجا یه لیبل رو داره به من نشون میده، من میدونم ولی که این دوتا لیبل داره، یه لیبل تراپی هم داره اینجا. پس من در واقع اینجوری میتونم بیام مقالاتم رو از لحاظ موضوعی که خودم بهش نیاز دارم هم دستبندی کنم. هیچی، شما بعد از این که احتمال داره تو تایپت اشتباه کرده باشی یا سیو نشده باشه فروهرنیا، بعد از این که شما یه مقاله رو انتخاب کردی، دقت کنید من این مقاله رو انتخاب میکنم، میام این و توی فیلد لیبل بهش مثلا میدم چی بدیم بهش، مثلا بگیم میوتیشن. خب هیچی، میرم روی یک رفرانس دیگه کلیک میکنم به همین سادگی. خب میرم روی یه رفرانس پایینیش کلیک میکنم، یه های پنجره باز میشه، میگه میخوای سیو کنی اینا رو، میگم یس و این سیو میشه. حالا من برم این بالا میوتیشن رو سرچ بکنم، اون یه دونه مقاله رو برام میاره. متوجه شدین چی شد؟ درست شد خانم فروهنیا؟ اوکی. احتمال داره که سیو نکرده باشیش یا میبینیم که داره میشه، حالا اگرم باز نشد بعدا با هم دیگه میتونیم. و
بچه تو نرم افزار مندلی هم این کار با تگ ها انجام میشه. اگر مندلی استفاده کردید یا میکنید، شما میتونید به هر مقاله تگ بدید و بعد بر اساس تگ هاتون مقالات رو ببینید. یعنی بگید هر مقاله ای که تگ مثلا میوتیشن داره رو به من نشون بده. اونجا هم به این شکل انجام میشه. خب یه استراحت کوچیکی بکنیم بچه ها، موافقین؟ ببینید الان خودتون حدوداً باید بدونید که ما چطور این کار رو کردیم. آره میدونم چی میگی. ببینید اون یکی از فیلدهاییه که ما تو پنجره اصلی داریم دیگه، تو پنجره رفرنس ها داریم. چی کار میکردیم؟ میخواستیم اونجا فیلدی کم اضافه کنیم، میرفتیم تو منوی ادیتون بالا، آخرین گزینش پرفرنسز رو انتخاب میکردیم و توی منوی که نویگیشن پین، اون گروهی که سمت چپ داره، دیسپلی فیلدز رو انتخاب میکردیم. اینجا به ما یه سری فیلد نشون میده، من میام یکی از اینا رو باز میکنم و لیبل رو از توش انتخاب میکنم، اوکی میکنم. اون وقته که شما اینجا لیبل رو این وسط میبینید. این مراحل رو اگه برید راحت پیداش میکنید. بریم یه 10 دقیقه، الان 7:08 است، 7:18 هم دیگر رو میبینیم. بریم چند تا خصوصیت دیگه خوبم از اندنوت ببینیم. هستین دیگه بچه ها؟ صدا رو دارین؟ تصویرم دارین؟ اوکی. خب یکی دیگه از خصوصیاتی که توی اندنوت داریم و خیلی کمک کننده است اینه که شما بتونید یه فیلدی رو توی 50 تا از رفرانساتون یه جا تغییر بدید. حالا یه چیزی بهش اضافه کنید قبل اون چیزی که نوشته شده. فرض کنید مثلا من اینجا تو فیلد لیبل میخوام بعد از بی سی استات، هر جا بی سی استات دارم بعدش یا قبلش یه کلمه دیگه اضافه کنم، یا حالا مثلا کیورد های مثلا یه مقاله رو میخوام بیام به همشون یه چیزی اضافه بکنم. بریم با لیبل ببینیمش چجوریه. ببینید من میخوام این چند این مقاله ها، نه مثلا اینا، این 5 تا مقاله رو بهشون لیبل سایمولتینیس هم بدم، یا این 8 تا مقاله رو که اینجا دارم. اینجا هست، بذارید برم تو اینترودکشنم، اینم نه، برم تو دیسکشنم، یا برم تو دی بی اس. تو دی بی اس میخوام این 3 تا مقاله رو، یا این مقاله های کیا رو، اینا رو میخوام به همشون لیبل چی بدم؟ پی سی آر بدم. دونه دونه باید برم اینجا این رو انتخاب کنم، بیام پایین فیلد لیبل رو انتخاب بکنم، بعد فیلد لیبل حالا بالا تر بود پایین تر بود، خود اینم یه موزله که لیبل رو پیدا کنم، بعد بیام اینجا یه پی سی آر بنویسم، بعد برم بعدی، بعد برم بعدی. به جای این کار میتونم همه اینا رو انتخاب بکنم بچه ها، برم توی منوی تولز این بالا، بعد گزینه چنج موو کاپی فیلدز رو انتخاب کنم، بهش میگم که توی فیلد لیبلم انتخابش میکنم، insert after، insert before، replace، clear field یا فلان. من میخوام بگم که به همشون چی اضافه کنه؟ یه دونه PCR اضافه بکنه. مینویسم PCR رو تو این باکس اینجا، اوکی میکنم. به هم پیغام میده، میگه 16 تا رفرانس داری که داری پی سی آر رو تو فیلد لیبلشون اضافه میکنی و این کار رو دیگه نمیتونی آندو کنی، باید بری دوباره از اول انتخابشون کنی، پاکشون کنی. اوکی میزنم. اوکی، ببینید لیبل همشون شد پی سی آر. اوکی، پس من به راحتی میتونم یک فیلدی رو انتخاب بکنم. چجوری؟ منوی تولز، اون مقاله هایی که میخوام این کارو باهاش بکنم و اول انتخاب میکنم، بعد میام تو منوی تولز چنج موو کاپی فیلدز و چنج فیلد، فیلدی که میخوامو انتخاب میکنم و از بین اینها اونی که میخوام، مثلا من الان میخوام
فیل لیبل همه اینا رو پاک کنم، اشتباه لیبل دادم، کلیر فیلد رو میزنم، اوکی میکنم، اوکی دوباره، اوکی بعدی، و میبینید که لیبل ها از رو همه پاک شد به همین سادگی. حالا چجوری از اندنوت با مایکروسافت ورد استفاده کنیم؟ خب باید ورد رو نصب کرده باشین، پلاگینش داشته باشه و پلاگین در واقع اندنوت رو تو ورد داشته باشین و از این به بعد ماجرا دیگه خیلی خوش میگذره. اگر یه وقت پلاگین نصب نبود بچه ها، توی ورد میرید تو منوی آپشنز، از تو منوی آپشنز ادینز رو انتخاب میکنید و این پایین کام اد این رو انتخاب میکنید، گو رو میزنید، یه پنجره باز میشه. تو این پنجره باید گزینه سایت وایل یو رایت تیک بخوره، تیکش رو میزنید، اوکی میکنید و میبینیم که اینجا تب اند نوت میاد. ممکنه نیاد تب اند نوت وقتی اند نوت رو نصب میکنید، اولین راه اینه، این کار رو میکنید. اگر نشود، اونی که دیروز گفتم بهتون، میرید تو فولدری که اندوت نصب شده، یه فایلی هست به اسم configure endnotes، اونو اجرا میکنید، همش اوکی اوکی میکنید، میرید جلو، میاد. اگه نیامد باید ببینیم که مشکل از کجاست. و اینجا شما یه سری ابزارهایی میبینید، ابزار سایتیشن، ابزار بیبلیوگرافی و یه سری تولزی که اینجا داریم. خب اول از همه شما باید ببینید واسه چه جورنالی میخواید کارتون رو بفرستید. میرید اون جورنال رو پیدا میکنید. جورنال ها همشون یک قسمتی دارن به نام Instruction for Authors. مثلا اگر بخوایم بریم نگاه بکنیم، Journal of مثلا Life Sciences مال انتشارات الزویر است. میرم اینجا و Accept Cookies. اینجا میبینم که یه گزینه‌ای دارم به اسم Guide for Authors. اگه اینو پیدا نکردید، مثلا ژورنال‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه، توی یه براوزری که این باز کردین، کلید کنترل نگه می‌دارید، F رو می‌زنید، سرچ می‌کنه، یه کلمه author رو سرچ کنید، براتون هایلایتش می‌کنه، اینجا پیدا شد. Guide for Authors رو می‌زنم و میبینم که اینجا یه عالمه لینک هست، introduction, types of article, submission checklist, before you begin، یه عالمه آیتم هست که راجع به هر کدوم اینا واسه من توضیح داده که من چه کارهایی باید بکنم. خب اینجا من باید ببینم که در واقع فرمت بیبلیوگرافی و سایتیشن هم باید چجوری باشه. رفرنسز، مثلا من این بالا استایل سرچ کنم یا رفرنسز سرچ بکنم، رفرنسز، میبینید که براتون پیدا میکنه اینو، اینجا references، میام اینجا references این قسمت رو میخونم، citation in text، میگه توی متن citationتون چجوری باید باشه، reference link DOI، یه عالمه اطلاعات اینجا به هم میده، reference formatting به هم میگه که چجوری باید فرمت کنم، هم reference ها رو در انتها یعنی بیبلیوگرافیمو، هم citationمو. چند تا مثال هم اینجا برام میزنه، reference to a journal publication، میگه باید این شکلی باشه، ببینید عدد باید توی کروشه باشه، DOI باید داشته باشه، بعد سال توی پرانتز باشه، اینا همه رو اینجا براتون توضیح میده که چه جوری باید درستش کنید. میگه که indicate references by numbers in square brackets، یعنی این شکلی توی کروشه باید باشه.
بعد دیگه اگزمپلاشو اینجا داره میگه، بعد میره سراغ ویدیوها، اینا رو همه رو براتون اینجا توضیح میده. خب من الان مثلا یه فایلی دارم و بذارید اینو پاک بکنم، اینا رو هم پاک بکنم. من میخوام اینجا رفرانس بدم، میرم توی اینا رو که گفتم الان، بعد ببینی جورنال فرمت هاروارد میخواد، ونکوور میخواد، چی میخواد. یه جورنالی الان مثلا میگه که باید توی پرانتز بذاری بیبلیوگرافیتو، سایتیشناتو. یه جورنالی میگه که نه، باید به صورت سوپر اسکریپت این بالا بذاریش. یه جورنالی میگه فرمت هاروارد باید باشه توی پرانتز این شکلی. یه جورنالی میگه که حالا اینجا بولده. یه جورنالی میگه تو پرانتز بذار هاروارد باشه ولی بولد نباشه. یه جورنالی میگه که زیر اسم مخفف جورنال باید آندرلاین باشه و ایتالیک باشه. یه جورنالی میگه آندرلاین باشه، ایتالیک نباشه. یه جورنالی میگه آندرلاین نباشه، باشه ایتالیک ولی نباشه. یه جورنالی میگه زیر سال باید خط بکشی. هر کدومشون یه دونه در واقع کاری دارن. حالا من مقالاتم رو خوندم، مقالات بخش اینترودکشنم رو دارم، میدونم که کدوم مال اینترودکشنه. شروع میکنم به نوشتن مقالم. این مقاله رو من شروع کردم به نوشتن. فرض کنید که جمله رو نوشتم اینجا، میخوام رفرانس بدم. همینجا میام تو تب اند نوت، گو تو اند نوت رو میزنم و الان تو بحث اینترودکشنم و میدونم که میخوام راجب برست کانسر دفینیشن دارم مینویسم. از این مقاله من اون جمله رو نوشتم. اینو که انتخاب کردم، این بالا یه مربعی هست توش دوتا یه دابل کوتیشنه. اینو که بزنم مقالم اینجا وارد میشه. حالا اینجا با کروشه وارد شده. بذارید من یه چیز دیگر رو انتخاب بکنم، مثلا ونکوور انتخاب بکنم. تو پرانتزه انتهای متنم هم که میرم میبینم که اینجا اینو نوشته. میبینم بین این عدد و شروع در واقع این رفرنس یه فاصله ای هست. این فاصله هست. خب اینو نمیام اینجا انتخاب کنم پاکش بکنم. روش با اند نوت روش داره این کار. بعد میام مثلا جمله بعدیم رو شروع میکنم به نوشتن. جمله بعدیم اینجاست. بچه یادتون باشه اول رفرانس رو میدم بعد نقطه میذارم. نقطه باید بعد از این رفرانس سایتیشن، این تکست سایتیشن باشه. میام اینجا تب اند نوت، گو تو اند نوت. به جای اینکه گو تو اند نوت رو بزنم میتونم کلید آلت رو نگه دارم، عدد یک رو بزنم، میره تو پنجره اند نوت. مقالم رو انتخاب میکنم، میام این مربعی که دابل کوتیشن داره تو این تو پرانتز اون جلو اون تو اون راهنمای نوشته، اگه آلت رو نگه دارم دو رو بزنم سایتیشن هم اینجا وارد میشه، نقطه رو میذارم. بعد میرم جمله بعدیمو مینویسم. حالا یه مسئله ای که هست، شما تعداد رفرانسات که زیاد میشه، 20 تا 30 تا 40 تا رفرانس میدی، اگه هر دفعه بخوای به این شکل رفرانس رو وارد بکنی ممکنه که اندنوت رو ورد یکم گیر بکنن، زمان ببره، چون باید هی بیاد اینا رو درست کنه. بعد یهو شما مثلا تصمیم میگیری که یه جمله اینجا اضافه کنی، مثلا من میخوام این جمله رو ببرم اون بالا بین یک و دو اضافه بکنم. اینجا اضافهش میکنم، یه اسپیس میدم قبل از نقطه، میرم توی اند نوت مقالش رو انتخاب میکنم، دو رو میزنم. ببینید فکر میکنه چون اینو باید بکنه دو، اون وقت اینو باید بکنه سه. تا قبلش این دو بود، اینجا هیچی نبود. تعداد مقالات وقتی زیاد میشه باید همه این عدد رو هی بیاد عوض بکنه.
من برای اینکه دوچار مشکل نشم، اندنوت هم هنگ نکنه، ورد هم هنگ نکنه، کارم طول نکشه، ببینید توی تب اندنوت این بالا قسمت وسط که نوشته بیبلیوگرافی یه گزینه هست Instant Formatting is on، اینو میام آفش میکنم. خب Instant یعنی آنی، در لحظه، یعنی در لحظه شما رفرانس وارد میکنی این کار فرمتاشو درست میکنه برات. من میام اینجا اینو آف میکنم، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. مثلا اینجا من میخوام رفرانس بدم، Alt 1 میزنم میرم تو Endnote، رفرانسم رو انتخاب میکنم، Alt 2 میزنم میبینم یه کد نوشت، یه اسم، یه عدد، علامت نامبر ساین و یه عدد دیگه. میام جمله بعدیمو مینویسم، دوباره میرم Alt 1 میزنم میرم توی اندنوت، رفرانس مورد نظر انتخاب میکنم، Alt 2 میزنم دوباره میبینم یه عدد مینویسه. اینا رو خود اندنوت داره کد گذاری میکنه. تموم که شد همه یه کارام، میام تو همین تب اندنوت سمت چپ Instant Formatting is off نوشته Update Citation and Bibliography. من اگه برم انتهای متنم میبینم که همون ستای اول اضافه کرده، بقیه رفرانسایی که الان دادم رو اضافه نکرده. میام Update Citation and Bibliography رو میزنم، ببینید این دوتا، بذارید من اینجا رنگی بکنم اینا رو که متوجهش بشید. اگه تو تب اندنوت کنار اینستنت فرمتینگ سمت چپ آپدیت بزنم، میاد اینا رو آپدیت میکنه. ببینید اون شد 4، این شد 5. انتهای مقالم هم که برم میبینم 4 و 5 اضافه شده. پس کاری که باید بکنید، همیشه وقتی شروع میکنید به نوشتن و همون موقع دارید رفرانس میدید، اینستنت فرمتینگتون رو آف کنید که هی نخواد اینا رو هی فرمت کنه، درست کنه. آخر سر میایید آپدیتش میکنید و در واقع همه درست میشه. حالا شما الان با فرمت ونکوور این کارو کردید، هیچ عیبی نداره. بعدش میایید مثلا واسه ژورنال European Journal of Cancer Care میخواهید بفرستید، از این قسمت استایل ها انتخابش میکنید، خودش شروع میکنه به تغییر دادن. ببینید فرمت شد هاروارد. اینجا هم ببینید توی مت همه اینا به فرمت هاروارد در اومد. یا اینکه مثلا میخواهید به فرمت Journal of Clinical Virology باشه، انتخابش میکنید، اومد توی کروشه. اینا این پایینم که برید توی کروشه است و فاصله کمه. در حالی که تو حالت ونکوور چجوری بود، ببینید یک نقطه، یه فاصله‌ای و بعد شروع میشد. پس در واقع انتهای کارتون شما میتونید استایلی که میخواید رو انتخاب بکنید از اون بالا و اضافه بکنید، یعنی کار فرمتینگ رو انجام بدید. کدوم رو بگم دوباره خانم فروهرنیا؟ من پیغامتو ندیدم، الان دیدم. یکم دقیق تر بگو. اول همین توضیح آخریتون، دست تو بلند کن من پیدات کردم، صحبت بکنی. دوستان مرکز تحقیقات، من دسترسی ندارم وایس وصل بکنم، لطفا وایس خانم فروهرنیا رو وصل کنی. میتونه مشکل ساز بشه خانم آهنساز. معمولا اندنوت 20 رو تا جایی که یادمه باید کانورت بکنید لایبراریش رو. توصیه‌ام اینه که سراغ اندنوت 20 نرید، چون ممکنه که اصلا کل لایبراریتون یهو بپره توی این چیزا، توی این کانورت کردن. واسه من همین مشکل پیش اومد. میکروفون خانم فروهرنیا قطع شد دوباره. اگه سال وقت شما فکر کنم. من این اولو که شما رفرنس زده البته توضیح دادین دوباره، چون الان دارم همین کار رو انجام میدم، نمیدونم چرا هی اشتباه میکنم. ما اول باید ببینیم من توضیحم درسته.
اول باید نشانگرم رو جای آخر اون خطی که میخوایم قرار بدیم، بعد بریم روی، بعد کنترل یک رو بزنیم آلت مقاله یک، آلت 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 آلت، بعد مقاله مارکدار کنیم، اون دیگه رفرنس زده همین. نه آلت دو رو حالا باید بزنی. آها وقتی که من مارک دار کردم بله، یا دوباره آلت آلت دو دو رو میزنی یا اون بالای اند نوت اینجا رو ببین، اون بالای بالا وسط یه مربعی توش دابل کوتیشن گذاشته، یا اونو میزنی. آها پس تا اینجا من درست گفتم این قسمت آخرش اشتباه بود، درست؟ آره، باید آلت دو رو بزنی. ممنون، خواهش میکنم. خانم آهنگساز، من چون با نوت 20 به مشکل خوردم اصلا دیگه سراغش نرفتم، الان شما هم به من یه فایلی که با نوت 20 باشه به من بدی، من اصلا ازت نمیگیرم، قبول نمیکنم، میگم با فرمت نوت 19 به هم بده، X9 به هم بده، نمیدونم، ریسک نمی کنم اصلا برم سراغش و امتحانش بکنم. خواهش میکنم، ببخشید که جواب خیلی بهتری نتونستم بهت بدم. ترجیح میدم که تو سیستمی که هستم تا وقتی مطمئن نیستم از سیستم جدیدتر سراغش نرم، چون من این کار کردم، رفتم سراغ نوت 20 و دو تا لایبرری بسیار بزرگ، میگم 10-20 گیگ کتاب بود، همش از بین رفت و من دوباره مجبور شدم که از اول اینا رو جمع جور بکنم. خب بچه ها، به این روند توی اند نوت اسمش رو گذاشته CWYW، یعنی سایت، یعنی ارجاع بدهید، وایل در حالی که یو رایت دارید می نویسید، یعنی همون موقع که داریم می نویسی کار ارجاعش هم انجام بده دیگه، نه یا بنویس بعد بری بگردی ببینی کدوم مقاله بود، یا مثل اون دوست من رو مقالت یه کد بذاری بعد بری اون کد رو یه جا دیگه یادداشت کنی بعد بری دوباره بگردی پیداش کنی. همون موقع اگه شما از اول اورگانایزد باشید، بدونید کدوم مقاله رو برای کجا دارید استفاده میکنید، دستبندیاتون همه چی مشخص باشه از اون اول، دیگه شروع میکنی مقالات اینتروداکشن تو میاری، میخوای راجع به برست کانسر دفینیشن بگی، اون دوتا مقاله رو لیبلش رو سرچ میکنی میاری، ببینید بریم الان اصلا همینجا با همین کار رو انجام بدیم. من میخوام اینتروداکشن بنویسم، برست کانسر دفینیشن، مقاله هم همینجا، حالا این از شانس ما چیز نداره، اتچمنت نداره، فرض کنید که مثلا این مقاله است برست کانسر دفینیشن، مقالم اینجا بازه، بازش میکنم، میخونمش اینجا، اون چیزی که از این مقاله خواستم فهمیدم رو میرم کجا؟ میرم توی ورد، توی ورد مینویسم برست کانسر is the مثلا second cause of death among women world wide. یه اسپیس میذارم، میخوام رفرانس بدم، آلت یک میزنم، میرم تو اندنوت، این پنجره بازه، پنجره پی دی افش میبندم، مقاله اینجاست، آلت دو رو میزنم، رفرانسم وارد شد، نقطه، تمام، میرم جمله بعدیمو مینویسم، مقالمو اونور دارم. الان من میدونم که اینجا هنوز توی این مقالم برست کانسر دفینیشن مثلا، بعد میام مثلا جمله بعدی که میخوام بنویسم رو انتخاب میکنم ازش و میگم، میام اینجا جملم رو مینویسم، مثلا according to WHO there are مثلا چه میدونم $2.3 million women with مثلا breast cancer. یه اسپیس میدم، آلت یک میزنم، همین مقاله بود،
مقالمو انتخاب میکنم، آلت دو میزنم، وارد میشه. همینجوری مینویسم میرم جلو. تموم که شد میام این بالا آپدیت سایتیشن رو میزنم و اینا درست میشه اینجا. این در واقع سبکیه که همون سبک دوست منه که 6 تا زون کن داشت و 8 تا سر رسید داشت و یه عالمه از این ایندکس لیبل ها داشت، منتها همش داره توی اند نوت و ورد انجام میشه. سرچ میتونم بکنم، راحت میتونم پیدا بکنم و کارمو انجام بدم. خب اینو گفتیم. نکته بسیار مهم بچه ها، توی فایل وردی که به یه کتابخونه اند نوت وصله هرگز کنترل زد نزنید. خب الان من یه اشتباهی کردم، این رفرانسی که اینجا دادم رفرانس 6 این نبود، یه رفرانس دیگه باید میدادم، باید میومدم مثلا این رفرانس رو انتخاب میکردم. خب چیکار کنم؟ میام روی این رفرانس کلیک میکنم، میبینید که یه هایلایت توسی میشه، میام این بالا تو تب اند نوت سمت چپ نوشته Edit and Manage Citations، انتخابش میکنم، یه پنجره ای باز میشه، خودش یه دونه رو هایلایت کرده. اینی که هایلایت شده همونه که من روش کلیک کرده بودم، این پایینیه. انتهای سمت راست این هایلایت آبی نوشته Edit References، کلیک میکنم روش، نوشته Remove Citation، Remove رو میزنم، اوکی، ریمووش کن. حالا همینجا کلیک میکنم آلت یک، اون یکی مقاله که درست بود انتخاب میکنم، آلت دو رو میزنم و اون یکی رو میاره. اگه آپدیت سایتیشن رو بزنم میبینید که تبدیل شد به یک، چون این همون مقاله ای که اون جمله اول ما از روش انتخاب کرده بودم. حالا من میخوام که فرمت رو عوض بکنم، یعنی این فرمتی که اینجا دارم توی پرانتزه تو کروشه باشه، اون پایین مثلا به جای اینکه اینجوری عدد با این فاصله باشه عدد تو کروشه باشه، کاری نداره، میام بالا اون مدل مورد نظرم رو انتخاب میکنم، Journal of Clinical Virology. همه چی تغییر کرد، هم توی این قسمت تغییر کرد هم توی این قسمت. حالا میام اینجا میبینم اون استایلی که میخوام نیست، چیکار کنم؟ اولین گزینه Select Another Style میزنمش، یه پنجره ای از اند نوت باز میشه، میام اینجا و اون جورنالی که میخوام رو انتخاب میکنم، مثلا به فرمت لنست میخوام باشه، لنست رو انتخاب میکنم، اوکی میزنم و به فرمت لنست در اومد. این تکست سایتیشن هم سوپر اسکریپت شد، این پایین هم این شکلیه. ببینید اینجا ولیوم رو چیکار کرده؟ بولد کرده، همونطور که گفتیم بعضی جورنال ها این کار رو میکنن، ولیوم رو بولد کرده، اسم جورنال رو ایتالیک کرده، در حالی که مثلا توی کانسر کر اینجوری نبود اصلا. اصلا فرمت چی بود؟ فرمت هارواردی بود، یا مثلا کلینیکال وایرولوژی، میبینیم که اصلا هیچی ایتالیک نیست، همه چی معمولیه. خب پس اگر من اونی که میخوامو پیدا نکردم، میام از اینجا Select Another Style و انتخابش میکنم. یک راه دیگه هم دارم، این که برم تو خود اند نوت و Output Style، Open Style Manager و بیام اینجا دنبالش بگردم. اینایی که تیک خورده چیه؟ یعنی این که اینا توی این لیستی که این بالا میبینید نمایش داده بشه یا نشه. اونایی که تیک خورده اینجا نمایش داده میشه، اونایی که تیک نخورده اینجا نمایش داده نمیشه. خب تا اینجا سوالی نیست؟ اگه دوتا جمله پشت سر هم هستن واسه هر دوش یه جا بزنید، یعنی انتهای جمله دوم بزنید. آیه خدا دارید دوتا جمله از یه رفرانس داره میاد دیگه، حتی سه تا جمله چهار تا جمله شاید از یه رفرانس داری میگی.
سوالی نیست تا اینجا؟ اوکی. خب حالا فرض کنید که یه ژورنالی به شما میگه که از فرمت هاروارد استفاده کن. من میام اینجا هاروارد رو انتخاب میکنم، فرمت هم شد هاروارد، ولی میگه که زیر سال خط بکش و ولیوم رو بولد کن. خب من نمیتونم بیام دونه دونه تو هر کدوم این رفرانس ها این کار رو بکنم، که یه جوری باید باشه من یه جا تو همه این رفرانس ها سال رو بولد کنم، ولیوم رو زیر سال خط بکشم، اندرلاینش کنم، ولیوم رو بولد کنم. میرم توی اند نوت، ادیت استایل، رفرنسز، و چه استایلی رو میخوام تغییر بدم؟ هاروارد رو میخوام تغییر بدم. پس میرم توی ادیت، اوتپوت استایل، استایل منیجر، و اینجا هاروارد رو انتخاب میکنم، ادیت رو میزنم. این پنجره باز میشه برای من. خب کجا رو میخوام تغییر بدم؟ میخوام بیبلیوگرافیه رو تغییر بدم. میام توی بیبلیوگرافی تمپلیت، تمپلیت رو انتخاب میکنم. اون نوع رفرنس هم چیه؟ جورنال آرتیکله. میام اینجا و یرش رو میخوام چیکار کنم؟ سالش رو اندرلاین کنم. یر رو یه دابل کلیک میکنم روش، انتخاب میشه، میام این بالای بالا اندرلاین رو میزنم. ولیومش هم میخواستم شیشه بولد شه، میام یه دابل کلیک میکنم روی ولیوم، انتخابش میکنم، آبی که شد، این بالا بولد رو میزنم. بعد این پنجره رو میبندم. ازم میپرسه، میگه میخوای اینو سیف کنی؟ میگم بله. میگه اسم جدید بده، اسمشو میذارم هارواردی که مثلا year و ولیومش رو تغییر دادم، هر اسمی که بخوام میذارم، سیف میکنم. پنجره بسته میشه، این پنجره رو میبندم. حالا میام اینجا، از اینجا اون هارواردم رو باید انتخاب بکنم. اینا هاش، هاروارد، یر، ولیوم، انتخاب میکنم. ببینید توی همه اینا سال بولد شده، اندرلاین شده، ولیوم همه بولد شده. پس به این شکل من کل رفرنسم رو میتونم تغییر بدم. شاید شما مثلا ژورنالتون بهتون گفته باشه که باید، میام تو بیبلیوگرافی تمپلیت، گفته که مثلا اسم ژورنالتون بول ایتالیک نباشه، ایتالیک رو ور میدارم، میبندم، میگه سیو میخوای بکنی؟ بله. میام اینجا، هاروارد ایر هست و میبینیم که ایتالیکه، ایتالیکاش در واقع همه رفت و به فرمت عادی در اومد. خب حالا یه وقتیه شما، خب خیلی درد سر داره، من الان میخوام برای Journal of Life Sciences چیکار کنم؟ بفرستم. این اینجا داره میگه که این شکلی باشه، اینا این شکلی باشه، چه میدونم این قسمت اینجوری باشه. بعد مثلا الان ببینید اینجا یکی دو تا سه تا اسم نویسنده زده. شاید این ژورنال 10 تا اسم نویسنده داشته، این مقاله 10 تا نویسنده داشته باشه. ژورنال میاد میگه که اسم ستای اول رو بنویس، بقیه رو ننویس، یا اسم هر 10 تا رو بنویس، یا اسم دوتای اول رو بنویس، بقیه رو ننویس. چی کار باید بکنم؟ نمیتونم که دونه دونه دستی اینا رو تغییر بدم. برای اینکه این کار درست اینو انجام بدم، میام توی همون، الان بریم ببینیم توی این فایلمون چجوریه. توی این فایلمون یه دونه اسم اینجا آورده، اینجا یکی دوتا سه تا، همه اسما رو آورده، اسم همه نویسنده ها رو آورده اینجا ظاهرا.
یه شاید یه جورنالی بگه هاروارد باشه، هاروارد انتخاب کن، ولی اسم دوتا نویسنده اولو بذار، بقیهش رو نذار. چی کار کنم؟ من میام میرم توی ادیت، اوتپوت استایلز و استایل منیجر، اینجا هاروارد رو انتخاب میکنم، این پایین سمت راست ادیت رو میزنم، میام توی بیبلیوگرافی تمپلیت که اینا رو تغییر میداد، سورت اوردر. سورت اوردرش چی جوری باشه؟ author year title باشه، چی باشه؟ اینجا رو ببینید author list داره. خب میخوام فقط اسم دوتا نویسنده اول رو به هم نشون بده. خب میگه که بین اسم نویسنده ها کاما بذار، قبل از آخری اند این شکلی بذار. خب abbreviated author list میگه اگه اینجا abbreviated author list، اگه اولی انتخاب کنم اسم همه نویسنده ها رو میذاره، اگه دومی انتخاب کنم گفته چی؟ گفته اگر 100 تا یا بیش از 100 تا نویسنده داره 100 تای اولو برام بذار. من میگم اگر ببین بعضی ژورنالا اینو میگن، میگه اگه ژورنالت بیش از 5 تا نویسنده داره اسم دو تای اولو بذار. خب یا میگه اگه بیشتر از 10 تا نویسنده داره اسم سه تای اولو بذار، بعد آخرش یه اتال اضافه کن. خب حالا این اتال ایتالیک باشه یا ایتالیک نباشه. اگر کمتر از 10 تا بود چی کار میکنه؟ 9 تا بود چی کار میکنه؟ اسم هر 9 تا رو مینویسه. خب من اینو پس گفتم اگر بیشتر از 10 تا بود اسم ستای اولو بنویس، آخرش اتال بذار. اگه این اتالو پاک بکنم هیچی نمیذاره آخرش، ولی خب باید باشه دیگه. میبندم، سیو میکنم، اسمش رو میذارم مثلا هارواردی که آفرش رو تغییر دادم، سیوش میکنم، اینم میبندم اینجا. حالا میام این قسمت هاروارد چی بود؟ آثر بود، انتخابش میکنم، ببینید چی شد، اتال اینجا آورد. و این دومیه بچه ها اگه یادتون باشه تا خط سوم اسم نویسنده بود، الان عوض شد. الان اگه دوباره بیام رو هاروارد ببینید تا خط سوم سه خط اسم نویسنده است، اسم همه رو گذاشته. ولی اگه هاروارد آثر رو انتخاب کنم چون 10 تا نویسنده بیشتر داره اومده ستای اولش رو نوشته اسمشونو، بعد یه کاما گذاشته و اتال گذاشته اینجا. سوال؟ میگم بهتون، اینم بهتون میگم، اینم بهتون میگم. یه نکته دیگه بگم و جلسه امروزمون رو تموم بکنیم. نکته دیگه چیه؟ الان Journal of Life Sciences نگفته هاروارد، نگفته ونکوور، هیچی نگفته، اومده گفته توی تکست با عدد نشون بده، توی کروشه باشه. The reference name must always begin be given example اینجوری، رفرنس ها اینجوری باشه، دی او آی شما مثلا گفته اینجا داشته باشه، یه سری توضیحات اینجا داده. خب این خیلی سخت و پیچیده میشه. بچه ها میاییم اینجا توی بروزرمون سرچ میکنیم Journal of Life Sciences EndNote Style، اولین ریزالت اند نوت لایف ساینسز، اسم جورنالمه با کل عبارت اند نوت. میره تو وبسایت اند نوت میگه جورنال آف لایف ساینسز، سایتیشن استایلش آثریره، دیتش فلانه، دیسیپلینش فلانه، فایل نیمش فلانه، پابلیشرش فلانه، و اینو دانلود میکنم. البته این احتمال داره که اون جورنال نباشه. الان این استایل رو دانلود میکنم، میگه سیو ازش کنم یا بازش کنم. من سیو ازش میکنم.
میام روی دسکتاپ هم اول از همه ذخیرش میکنم. بعد میام این فایلو که الان ایناهاش اینجاست این وسط میبینید کپی میکنمش، میرم جایی که اند نوت نصبه. اند نوت کجا نصبه؟ میرم توی دیس پی سی درایو سی پروگرام فایلز 86 اند نوت و یه فولدر میبینم استایل، اینو پیستش میکنم اینجا. ببینید پیست شد اینجا. حالا میرم توی وردم و اینجا که میخوام انتخاب کنم سلکت انادر استایل رو میزنم، لایف ساینسز رو اینجا میبینم، اوکی میکنم، فرمتش به این شکل در میاد. حالا این اون لایف این جورنال اف لایف ساینسزی که اینجا دیدیم نبوده که تفاوت داره. output style in life citation update. واسه خیلی از ژورنال‌ها شما میتونید به این شکل پیدا بکنید. در مورد حالا لایف ساینسز اگر اون استایلی که پیدا میکنید نمیخوره با اون چیزی که ژورنال داره میگه، کاری که باید بکنید اینه که بیایید استایل رو درست بکنید، یعنی این براکت باشه اینجا. چجوری اینو براکت کنم؟ دوباره میام توی ادیت استایل آوتپوت استایل لایف ساینسزی که لحظه لایف ساینسز رو نمیخوام اینجا، یه فرمت ونکوور در واقع، میام ونکوور رو انتخاب میکنم. output style اس ببخشید اینجا استایل منیجر ونکوور انتخاب، ادیتو میزنم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام بیبلیوگرافی قسمت جورنال آرتیکلش رو هر جوری که گفته اینجا تغییر میدم، در مورد آثر لیستش هر جوری که گفته تغییر میدم، در مورد author نیمش اول first author مثلا اینجوری بقیه چه میدونم حالتاشو انتخاب میکنم که اول اسمش باشه بعد فامیلیش باشه، اول فامیلیش باشه اسمش باشه، اسم و فامیلش که هست فامیل و اسمش که هست بینش کاما بذاره یا نذاره. حالا میخوام بیام توی citation template. خب توی citation گفته که براکت بذار، من میام اینجا به جای این براکت میذارم و سیوش میکنم، اسمشو میذارم مثلا ونکووری که برای لایف ساینسز سیو کردم. میام اینجا ونکوور ال اس رو انتخاب میکنم، ببینید شد عدد و تو کروشه رفت. حالا میخوام این که تو کروشه هست به صورت سوپر اسکریپت باشه، اون بالا باشه. دوباره میام این ونکوور ال اسم رو انتخاب میکنم، ادیت رو میزنم. چرا بچه به دقت کنید، میام تو قسمت سایتیشن چون میخوام سایتیشنی که تو متنه رو تغییر بدم و نمیرم توی بیبلیوگرافی. تمپلیت رو انتخاب میکنم، کل این رو انتخاب میکنم، این بالا رو ببینید یه ای نوشته بالاش سوپر اسکریپت یک گذاشته، اینو میزنم. این پنجره رو که میبندم پیغام سیو میده، سیو میکنم، میرم تو ورد یه آپدیت میزنم، همشون شد سوپر اسکریپت. انتها هم که بیام میبینم این شکلیه. حالا یه مشکلی دارم، اینجا یه فاصله بین یک و اسم هست، باید اینو از بین ببرم. دوباره میام ونکوور ال اسمو انتخاب میکنم، ادیتو میزنم. مال چه قسمتیه بچه ها؟ یکی به من بگه الان اون فاصله که بین عدد هست و اسمه تو چه قسمتیه؟ اینتکس سایتیشن یا بیبلیوگرافیه؟ بیبلیوگرافیه. پس توی این پنجره ادیت اند نوت میام تو قسمت بیبلیوگرافی و تمپلیت رو انتخاب میکنم، لیوتش رو انتخاب میکنم. خب لیوت دقت کنید، اینجا رو اگه دقت کنید یه فلش هست، این فلشه رو پاک میکنم. ببینید اینجا که کلیک میکنم توی این فیل یه فلش هست، فلشه رو پاک میکنم.
اگه دقت کنید یه نقطه هم اینجا هست، همون نقطه ایه که دارید کجا میبینید؟ بخشید همین نقطه ایه که بعد از اینجا، بعد از عدد یک یا عدد دو دارید میبینید، این همون نقطه است. این فاصله چیه؟ همین فلشه که اینجا بود، اینو پاک میکنم نقطه سر جاش باشه، پنجره رو میبندم، پیغام سیو و یس میزنم، میرم تو ورد یه آپدیت میکنم. همه اینا خب چسبیده نباید چسبیده باشه، باید یه اسپیس فاصله داشته باشه. بچه ها میام ونکوور ال اس رو انتخاب میکنم، ادیت میکنم، به من بگی چیکار کنم، یکی به من بگی الان باید کجا برم چیکار بکنم. خب بریم تو بیبلیوگرافی لیوت، آفرین. بعدش چیکار کنم؟ آفرین، میام توی بیبلیوگرافی لیوت، بعد از این نامبره یه اسپیس میذارم، یه نقطه میذاره اونجا، یعنی یه اسپیس اینجاست، میبندم، پیغام سیو و یس میکنم، میام تو اند نوت، دوباره استایلم که همونه، آپدیت رو میزنم. ببینید همه یکی یه دونه فاصله گرفتن. این کار بچه مال مرحله آخره، یعنی شما همه کاراتونو که کردین، نوشتین، اینستنت فرمتینگتون آف باشه، همه کاراتونو که کردین تموم شد، اون وقت میرین سر این که بیبلیوگرافی و اینتکس سایتیشنتونو چجوری فرمت بکنین. خسته نباشید برای این جلسه. یه چند تا چیز